دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان که در رأس یک هیئت عالی رتبه سیاسی و امنیتی به لبنان سفر کرده است، با نخست وزیر و رئیس مجلس این کشور دیدار و درباره تحولات سیاسی و امنیتی منطقه و نحوه مشارکت و همکاری در مقابله با تهدیدهای مشترک علیه ایران و لبنان گفتگو کرد. آقای علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان که به لبنان سفر کرده است، صبح امروز با تمام سلام نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آخرین شرایط منطقه، اوضاع لبنان و چشمانداز رابط و همکاری های لبنان و جمهوری اسلامی ایران در زمینه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آقای شمخانی پس از این دیدار در کنفرانس مطبوعاتی با اشاره به تهدیدهای رژیم صهیونیستی و گروه های تروریست تکفیری گفت جمهوری اسلامی ایران در شرایط حساس کنونی آماده همکاری دفاعی با لبنان است. نکته ای که اینجا تاکید کردم، با توجه به معضلاتی که در بعضی از مرزها امروز برادران لبنانی با شما هستن، اعلام کردیم ما آمادگی داریم که یک کمک تجهیزاتی و تسلیحاتی متناسب با مقابله با این تهدید در اختیار ارتش قهرمان لبنان قرار بدیم. این بسته به محال و آینده نامعلوم نیست. آماده واگذاری است. انشاءالله وزیر دفاع لبنان به ایران خواهد آمد در آتی بسیار نزدیک و اینا رو تحمیل خواهد. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان درباره سقف همکاری دفاعی با لبنان و اینکه تاکنون خط قرمزهای آمریکا به رژیم صهیونیستی مانع از دستیابی لبنان به سلاح‌های مورد نیاز ارتش این کشور شده است گفت: خط قرمز ما تثبیت ثبات در لبنان، هیچ خط قرمزی در همکاری نداره. دیدار با نبیه بری رئیس مجلس لبنان برنامه بعدی آقای شمخانی بود. در این دیدار راه‌های همکاری میان دو کشور برای رویارویی با تهدیدهای جاری در منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آقای شمخانی پس از این دیدار تصریح کرد درباره چشم‌انداز همکاری دفاعی با لبنان با رئیس مجلس این کشور صحبت کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان دوشنبه شب وارد فرودگاه بیروت شد و امروز در پایان سفر خود به لبنان برای دیدار با مسئولان سوریه راهی دمشق شد. حسین امیرعبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت خارجه کشورمان نیز آقای شمخانی را در این سفر همراهی می‌کند. محمد حسن حسینی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بیروت.